سید انور رحمتی والیغور، جنرال احمد فهیم قاهم قمندان امنیه، جنرال جمعه خان معاون امنیت ملی، مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در میدان هوایی از دکتر سیما سمر استقبال بودند. آقای رحمتی با دکتر سیما سمر در دفتر کارشان دیدار نمود و روی وضعیت امنیتی حقوق بشری در غور معلومات داده گفتند. وضعیت امنیتی در غور الی 16 حمل دور اول انتخابات بسیار خوب بود. نیروهای امنیتی در غور با کمال صداقت و پایمردی به دشمن فرصت تخریب را ندادند. دشمن ضربه محکم سیاسی و مردمی دید. با تغییر ردهای جنگ طلب در تشکیلات طالبانی وضعیت امنیتی در غور به چالش کشیده شد که میتوان از حادثه المناک 27 ماه مبارک رمضان که منجر به شهادت 14 تن مسافر ملکی شد نام برد. آقای قایم پرده از روی جنایات دهشت افکنان برداشت و گفت. جنایتکاران متکرر که هویتشان تثبیت شده افرادی هستند که به بعد از راهی از زندان‌های دولتی به چنین اعمال دست می‌زنند. مردم غور با خیزش‌های مردمی خواهان محاکمه دشمنان ضد آرامی و آسایشند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر شهر فیروزکوه را نسبت به چند سال قبل با تغییراتی که به وجود آمده خوب توصیف نموده گفت. بیداری و هوشیاری مردم غور باعث می‌شود تا حقوق بشری تأمین، سطح جرم و جنایات پایین آید. در اخیر تعمیر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر با قطع نوار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که این تعمیر به هزینه 120 هزار دلار آمریکایی از بودجه انکشافی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر USAID اعمال شده که مشکل اداری این دفتر را مرفوع ساخته است.